<applause> ریچارد گلتزه برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس او پس از چهار سال مبارزه با بیماری مهلک ایلس و در شست و سه سالگی در بیمارستانی در لس آنجلس چشم از جهان فروب است لاتزر که استیل الیس را با همکاری شریک زندگی‌اش مورلند کارگردانی کرده بود، هنگامی که جولیان مور در سالن دالبی تیتر اسکار بهترین بازیگر زن را به خاطر بازی خیره‌کننده اش در نقش آلیس دریافت کرد، به دلیل مشکلات تنفسی از بیمارستان مراسم را تماشا می‌کرد. این no, کارگردان همجنسگرا و شریک زندگیش در سال 1995 با هم آشنا شده و در سال 2013 ازدواج we, کرده know, بودند. 20 well. ایلس یا سندروم شارکو نوعی زوال پیش رونده سلول های عصبی مغز و مغز نخایی است که مسئول کنترل ازولات ارادی هستند. استیون هاکینگ فیزیکدان نظری کیهانشناس و نویسنده بریتانیایی شاید نامدارترین فرد مبتلا به این بیماری باشد. آرین ریسباف، صدای آمریکا.